حد امکان خونه رو خالی نگذارن و اگر ناچار هستن به مسافرت های نوروزی برن، حتما افراد با اعتماد و مطلعین محلی رو در جریان بگذارن که یه سرکشی به خونه هاشون داشته باشن. در صورت ترک منزل به صورت کوتاه مدت، یعنی ترک های سر شبی که برای خرید یا حالا موضوعات داخل شهر تهران دارن، حتما چراغ ها رو روشن بگذارن. یکی از شیوه و شگرد های سارقین در بحث سرقت منازل که تقریبا بالغ بر 60% سرقت های ما سرقت های سر شب هستش و این سرقت ها اصطلاحا از زمان غروب آفتاب تا ساعت 24 شب اتفاق میفته به واسطه همین دید و بازدید ها و تعدد های داخل شهر تهران هستش که اتفاق میفته. و سارقینی که دوستان بنده کارگران زبده پلیس آگاهی دستگیر کردن، خودشون این توصیه رو دارن که ما قبل از که به منزلی وارد بشیم، چراغ‌هایی رو که به سمت کوچه یا خیابون روشن باشه رو سعی می‌کنیم ورود بهش نکنیم، چون احتمال میدن که سکنه خونه داخل خونه باشه. این یک موضوعی هستش که بایستی حتما مد نظر همشهریان عزیز باشه. طبقات ابتدایی ساختمان، ما یک شیوهی از سرقت داریم بهش میگن شیوه بالکن روی، یعنی طبقات اول و بعضن طبقات دوم که به واسطه نبود و فقدان حفاظ مناسب داخل بالکن، اینا عمدتاً وارد میشن به شیوه کارتزنی درب ورودی حیات رو یا مجتمع رو باز میکنن و وارد آپارتمان میشن و عمدتاً پنجره‌های پی وی سی با یه پیشگوشی باز میشه و وارد خونه میشن و اقدام به سرقت با اموال با ارزش میکنن. خواهشمون از همه عزیزان این هستش که حتی المقدور این راه‌های نفوذ رو محدود کنن با حفاظ‌های مناسب. همچنین با نصب چشمی مناسب قبل از ورود و اجازه ورود به هر کسی که زنگ در خونه رو به صدا در میاره حتما مطمئن بشن و پس از اطمینان خاطر اجازه بدن. از قفل درب‌ها و درب‌های مطمئن استفاده کنن. اصطلاحا میگن که هیچ قفلی جلوی سارق رو نمیگیره، اما خیره رو حتما ایجاد کنیم و اون سارق هم که قصد ارتکاب جرم داره میاد برآورد میکنه. چه جایی چه مکانی این خلا بیشتر هستش که همون جای اتفاق رو رقم بزنه. استفاده از دزگیر و علائم هشداری این چنینی میتونه خیلی موثر باشه. ما داشتیم موردهایی رو که اومدن مشورت گرفتن از مشاورین محترم پلیس در اقصی نقاط کشور و استفاده کردن از این مشورت ها، اومدن دزگیر نصب کردن، دوربین نصب کردن و اینو با توجه به فناوری‌های روزی هم که در اختیار همه خانواده‌ها هستش روی گوشی موبایلشون، به محض اینکه سارق ورود کرده داخل مشاهد ساختمون و قصد ضربه زدن به درب ورودی ساختمون رو داشته، چون یه چیزی هولوش 65% سرقت‌های ما سرقت‌های آپارتمان به شیوه دیلمزنی یا تخریب هستش. تخریب چی؟ تخریب قفل بله، تخریب لوله‌ها یا چفزنی. و اگر اون دزگیری که عرض کردم خدمتتون نصب بشود بالای درب ساختمان ها ورودی آپارتمان ها، همین ارتعاشات ضربه رو که وارد میکنن آجیل این دزگیر رو به صدا در میاره و بعد دوربین ها فعال میشن و میتونن یه آلارمی باشه برای اون خانواده که حالا الان تو این لحظه در خونه نیستن، بلافاصله با مرکز فوریت های پلیسی سر و در تماس بگیرن و بتونن جلوی ارتکاب سرقت رو بگیرن.